سلام و به آنگولای سبز خوش آمدید. امروز به بازدید از استان بیه در قلب جمهوری آنگولا می رویم. در اینجا نیروهای مسلح آنگولا برنامه‌ای برای احیای جنگل‌های این کشور تدوین و اجرا کردند. آنها در این برنامه بیش از 1,000,000 نهال از گونه‌های مختلف با هدف بلند مدت احیای بیش از 100,000 هکتار از جنگل‌های کشور کاشتند. بیشتر زمین‌های آنگولا حاصلخیز، سرسبز و از نظر کشاورزی غنی هستند. اما مناطقی هم مانند معادن الماس که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند، نیاز به سرسبزسازی مجدد دارند. در این مناطق برای یافتن جواهرات نایاب خاک سطح کنار زده می‌شود. به همین دلیل پروژه بهسازی احیای جنگل‌ها در شهر چپیدا و خیلی شهرهای دیگر بسیار حیاتی است. برای این پروژه میلیون‌ها نهال برای احیای زیستگاه‌های طبیعی در مناطق بایر کاشته شدند. ما تا کنون 48 هکتار از زمین‌ها را زیر کشت بردیم. 8 هکتار از آنها را ماهون و 40 هکتار باقی مانده را از نژادهای مختلف اوکالیپتوس کاشتیم. حدود 200 نفر در این عملیات همکاری می‌کنند. در قدم اول باید خاک مناسب برای کاشت نهال‌ها را آماده کنیم. ما در اینجا خاکستر پوسته تولید می‌کنیم و برای اختصار به آن کاک می‌گوییم. یک تیم از نهال‌ها مراقبت می‌کنند و آنها را در کیسه می‌گذارند. تیم دیگر وظیفه آب دادن به آنها و اطمینان از دریافت رطوبت مورد نیازشان را بر عهده دارند. مسئله این است که گسترش جنگل‌ها بسیار زمان بر است. من امروز می‌کارم، اما بچه‌ها و نوه‌هایم از کاشته من استفاده خواهند کرد. اولینا کاتن بوداکاستا مسئول منطقه سازگاری است. در این منطقه نهال‌ها پیش از کاشت در طبیعت به بلوغ می‌رسند. گیاهان به طور مداوم 1 تا 2 ماه قبل از رفتن به مکان تعیین شده تحت نظارت قرار می گیرند. این گیاهان برای سازگاری نیاز به صرف زمان دارند. زیرا پس از کاشت گیاه در مکان نهایی دیگر مراقبت‌های گلخانه‌ای را دریافت نمی کنند. ما مناطق ویران زیادی داریم، بنابراین باید پروژه‌ای را برای کاشت مجدد در این مناطق طراحی کنیم. ما می‌خواهیم نگرش مردم را نسبت به پروژه خود مثبت کنیم. این عملیات شامل تحقیق و توسعه و شناخت گونه‌های سازگار با آب و هوای متغیر آنگولا است. ما می‌خواهیم مطالعات مربوط به تنوع یا بهبود ژنتیکی چندین گونه را انجام دهیم و در رابطه با ظرفیت سازگاری گونه‌های دیگر در اکوسیستم آنگولا تحقیق کنیم. انجام این پروژه می‌تواند در چپیتا به افزایش آگاهی در مورد نیاز به احیای جنگل در سراسر آنگولا کمک کند. منطقه چپیتا باید برای بسیاری که کنجکاو دانستن درباره بهسازی احیای جنگل‌ها هستند ویترین باشد. با دیدن تصاویر به راحتی کیفیت تولید را تشخیص می‌دهید و شاهد کیفیت تحقیقات مربوط به اصلاح و احیای جنگل‌ها خواهید بود. با توجه به اینکه این تحقیقات هیچ وقت متوقف نمی‌شوند، این پروژه برای من مثل خلق می‌ماند، مثل به جا گذاشتن میراثی که نسل به نسل منتقل می‌شود. تحقیق و کاشت نیاز به دید وسیعی دارد. اسمرالدو به دنبال توسعه این پروژه در مناطق تولید الماس است. هدف ما روزی کاشت مجدد پوشش گیاهی در منطقه معدن کاتوکا و همچنین سایر معادنی است که در استانهای مملو از معدن لونداورته و لوندسول وجود دارند. همچنین بخشی از این دید وسیع جذب جوانان امروزی برای کار در سالها و دهه‌های پیش روست. فرزندان ما باید بدانند که چرا کاشت درخت برای ما مهم است، چرا باید درختان را جایگزین و جنگل‌های جدید ایجاد کنیم، زیرا این جنگل‌ها ما را از فجایع و بلایای بزرگ مانند بیابانزایی محافظت می‌کنند. با این برنامه بلند پروازانه برای احیای جنگل‌های آنگولا، نیروهای مسلح این کشور نقشی کلیدی در سرسبزی آنگولای آینده ایفا می‌کنند. شما می‌توانید این گزارش و گزارش‌های دیگر را در صفحه ویژه آنگولا در وبسایت یورو نیوز مشاهده کنید.